خب اینو زیاد شنیدیم ما از همچون افرادی و افراد دیگه که هم از حالا از شما بپرسم جاهد، میگن که مجاهدین به هر کس بهشون انتقاد میکنه و منتقدینش میگن شما مزدور وزارت اطلاعات هستین یا وابسته به وزارت اطلاعات هستین. حنیف اینطور جواب داد که این حربه خود وزارت اطلاعات، شما جوابتون چی هست؟ حتی من یک چیزی بگم، ما در واقع هیچ وقت به همه خبرنگارایی که یک چیز بر علیه مقاومت یا انتقادی بر علیه مقاومت و مجاهدین دارن نمیگیم مزدور وزارت اطلاعات. ما در واقع بر اساس بررسی ها و شاخص هایی که قبلش هم حنیف گفت، یعنی با اسناد مشخص ارتباط خبرنگار با وزارت اطلاعات در واقع افشا میکنیم و از روی اون به این نتیجه میرسیم. حتی مواردی بوده که خبرنگاری بودن که اومدن خب یک مطلبی نوشتن، برای این مطلبشون نیاز داشتن اشاره کنن به یه سری مصدرا، یه سری اطلاعات. خب نفر سرچ زده توی اینترنت، ناگهانه افتاده تو دام وزارت و در واقع مطالبی که وزارت اطلاعات نوشته بوده، خب همینو برداشته توی مطلب خودش استفاده کرده. خیلی ساده با ارسال یک نامه یا با ارسال چند تا سند، خب نفر مقالش رو تصحیح کرده، تازه تشکرم از ما کرده، گفته که متشکرم که به من کمک کردید که بتونم واقعیت‌ها رو در واقع توی گزارش خودم وارد کنم. ولی خب اینایی که الان حنیفم اشاره می‌کرد، این افراد به طور مشخص مزدور وزارت اطلاعاتن. یعنی ببینین وزارت اطلاعات کار می‌کنه برای اینکه این مزدورای خودش و مهره‌های خودش رو بکاره. یک مورد میخواستم اینجا اشاره بکنم، فردی در گذشته که در دام وزارت اطلاعات افتاده بود، اومده بود یک افشاگری کرده بود، در واقع یک مطلب علنی، یک افشاگری علنی نوشته بود که گفته بود که توی این مطلب یکی از مزدورای وزارت اطلاعات با این ارتباط برقرار کرده بوده که خودش رو منتقد مجاهدین معرفی کرده به این در واقع بدون اینکه این بشناسدش، که تو همون صحبت اول گفته که مجاهدین میان به منتقدای خودشون میگن مزدور وزارت اطلاعات، در واقع به اون یاد میداده که آقا تو هم بیا از این حربه استفاده بکن و اینو به عنوان یک حربه برای پس زدن، در واقع یک فرافکنی بی پایه و اساس فقط برای اینکه رد نفر رو گم بکنه، در واقع اون رد خودش رو با رد نخ وصل خودش رو با وزارت اطلاعات قطع بکنه، یعنی گم بکنه در واقع. خب با توجه به نمونه هایی که خودتون دنبال کردین جاهد، فکر میکنید رژیم با درج این گزارش ها علیه مجاهدین، اتهاماتی که به مجاهدین میزنه توی مطبوعات خارجی از سوی همین خبرنگاران که شما گفتین عوامل وزارت اطلاعات هستن، چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ این خبرنگاران فقط کسایی هستن که خب به هر دلیلی به مجاهدین تهمت و ناسزا میگن، پشت صحنه چیه؟ ببینید رژیم با کارزار شیطان سازی علیه مجاهدین و اپوزیسیون در واقع میخواد زمینه رو برای عملیات تروریستی بر علیه اپوزیسیون فراهم بکنه. این البته سیاست امروز رژیم نیست، از دهه 60 تا حالا همین کارو کرده. چون وقتی تو شیطان سازی میکنه رژیم بر علیه اپوزیسیون، خب اینو تلاش میکنه از مشروعیت بندازه. خب بعد که از مشروعیت بیفته اون اپوزیسیون، خب بهش هم حمله بشه، یک کسی دلش نمیسوزه، کسی اصلا جرئت نمیکنه ازش دفاع بکنه، یعنی یک مشروعیت ایجاد میکنه. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت توی تاریخ 25 مرداد 97 اومده بود یک افشاگری کرده بود، در واقع به قسمتی از دستورالعمل شورای عالی امنیت رژیم اومده بود اشاره کرده بود که گفته که باید بر ابعاد جنگ روانی و کارزار شیطان سازی همراه با پمپاژ اطلاعات دروغین و تولید مستندهای مجعول افزود، اولویت با به کار گرفتن حقوق بگیران به ویژه عوامل غیر ایرانی است که می توانند در پوش خبرنگاری مأموریت خود را انجام دهند. خب ببینین این خبرنگار به اصطلاح خارجی، اگه بخوام واقعیت امر رو بگم، اینا پاسدارای سیاسی رژیمن برای پیشبرد همین اهدافی که در همین سالهای گذشته به خصوص از موقعی که مجاهدین اومدن توی آلبانی داشتیم. به عنوان مثال یه اکیپ 3 نفره فیلمبرداری اومده بود توی آلبانی، به طور غافلگیرانه در زمین‌های اطراف اشرف سه سرکلهشون پیدا میشه. اینا شروع میکنن به فیلم برداری کردن که خیلی سریع توسط پلیس آلبانی دستگیر میشن. بعد معلوم میشه که اینا خبرنگارای کانال 4 انگلیس بودن، در واقع مرداد 97 بود که اینا اومده بودن. این خبرنگارا بعد از اینکه دستگیر میشن، فردای همون روز، یعنی اصلا معلوم نیست که اینا هنوز تو آلبانی بودن یا برگشتن انگلیس یا کجا بودن،
ولی فردای همون روز عکسایی که اینا توی صحنه گرفته بودن از فیسبوک مسعود خدابنده مأمور پیشونی سیاه وزارت اطلاعات و سایت اینترلینک سر در میاره. البته در ادامه رژیم سایت اینترلینک که وابسته به وزارت اطلاعات هست. بله بله دقیقاً سایت اینترلینک وابسته به وزارت اطلاعات سر در میاره که خیلی زود برای سفیدسازی میان اینو دوباره پاک میکنن از روی سایتش. خب ببینین اینها میان بعد همین خبر رو همین خبرنگار که یک خبرنگار زن کانال 4 انگلیسه که میاد در واقع این رو توی توییتر خودش بعدا نشر میکنه و پشت سر اون در واقع داریوش بازرگان میاد توییت میزنه همون فیلم رو برمیداره ریتوییت میکنه و میگه که بله پشت تهیه این فیلم من بودم. یعنی وقتی آدم دنبال میکنه مسیر تهیه این فیلم و اینکه چطور این خبرنگار از آلبانی سر در آوردن، باز میرسه به مامورای شناخته شده وزارت اطلاعات که با دستورالعمل و مأموریت مشخص از طریق وزارت اطلاعات دارن کار میکنن. من یه نکته فقط در رابطه با این داریوش بازرگان به شما بگم. بله. نکنین همین فرد که خودش رو معرفی کرده به عنوان تهیه کننده برنامه MSNBC و کانال 4 که علی مجاهدین، این فرد مواضع بسیار مشکوک در حمایت از در بردن رژیم از فعالیت‌های تروریستیش هم داشته. نمونه بگم به شما، در تابستون 97 وقتی که رژیم تلاش کرد گرد همایی سالانه مقاومت رو بمبگذاری کنه و سرویس‌های اطلاعاتی پلیس‌های اروپایی هم بمبگذارا رو هم دیپلمات تروریست رژیم که بمب بهشون داده بود و تحت نظر داشتن و دستگیرشون کردن با بمب در دستشون، این اومد یک مجموعه توییتی کرد و اعلام کرد، گفتش که این کار خود من فکر کنم این کار رژیم نبوده، کار درون خود مجاهدین بوده. یعنی داشت سفیدسازی میکرد فعالیت تروریستی رژیمو. یا نمونه دیگه اگه بخوام بگم، چون این فرد به خیلی از ایرانی ها توییت های آزاردهنده ای هم میفرسته، من جمله به خود من توییت های فرستاده بود از این قبیل که با این حرفایی که شما قراره همتون بمیرین، شما قراره همتون توی خارج بمیرین و هرگز به ایران نیاین و ابراز خوشحالی از این حرفاش میکرد. بعد حالا همین فرد تماس میگیره با ما و مقاومت میگه که میخوام با شما مصاحبه کنم در رابطه با یک برنامه که دارم در رابطه با مجاهدین تهیه میکنم. خب آخه این مشخصه که این طرف مأمور وزارت اطلاعات رژیمه. بله خیلی ممنون از شما. خب به عنوان سوال آخر، ولی توضیح بدم، قبل از برنامه که ما با هم صحبت میکردیم شما من گفتین که امسال بعد از گرد همایی جهانی ایران آزاد اگه مقایسه کنیم با سال قبل یا سالهای قبل خیلی از اتهاماتی که علیه مجاهدین مطرح میکردن همین خبرنگاران خبری ازش نبود و حنیف به صراحت میگفتش که انگار امسال دیگه بساطشون رو جمع کرده بودن و رفته بودن در قیاس با سالهای قبل. میخوام توضیح بدین که چطور این تغییر رو نسبت به سالهای قبل و پارسال توضیح میدین و فکر میکنین خب رژیم با این کارزار کمپین شما بهش گفتین کمپین شیطان سازی که راه انداخته و خرجی که کرده برای اون، آیا تونسته به خواسته هاش برسه و چه چشم اندازی رو میشه برای این رویارویی پیش بینی کرد؟ شما حنیف. بله. شما نکنین در رابطه با اینکه چرا امسال نسبت به سالهای قبل که معمولا در ایامی که مقاومت گرد همایی سالانه شده داشت اراجیف همین وزارت اطلاعات کمتر منتشر شد در رسانه‌های خارجی، این دو دلیل داره. یه دلیلش خب تغییر در تعادل قواست بین رژیم و مقاومت. دلیل دومش هم کارزار فشرده و بین‌المللیه که این مقاومت هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ حقوقی برای افشای همین خبرنگاران دوست، همین عوامل وزارت اطلاعات کرده. تا جایی که به تغییر در تعادل قوا برمیگرده، خب شما نها کنین همین موقع سال پیش هنوز قیام آبان نشده بود، قیامی که رژیم را در یک قدمی سرنگونی رسوند، قیامی که مردم تو خیابونها همون شعار مجاهدین و کانونهای شورشی رو میدادن، یعنی مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، چیزی که رژیم خب میخواست با کشتار و با سانسور نذاره جهان بفهمه.
میدونین که اینترنت رو برای چندین روز رژیم بست، ایران از اینترنت قطع کرده بود. همچنین 1500 نفر از مردم ما رو به شهادت رسوند تو خیابون‌ها. خب شما خودتون جای یک خبرنگاری، یک سردبیری که بخواد مطالبی که این خبرنگاران به اصطلاح خبرنگاران تهیه میکنن و به نفع رژیم هی مینویسن، میگن که این رژیم حمایت داره این چیزا، خب اینا این حرفا دیگه خریداری نداره. طرف باید یه حسابی بکنه که آقا اعتبار رسانه من چی میشه، اون سردبیری که بخواد تصمیم بگیره چنین مطلبی منتشر کنه. از طرفی هم تا جایی که به مقاومت برمیگرده، خب گفتیم دیگه درهای اشرف به خبرنگاران خوب بازه. خب انبوهی خبرنگارای بین‌المللی اومدن رفتن به اشرف و از اونجا دیدار کردن، با ساکنین دونه دونه مصاحبه کردن. پس این حرفی که مجاهدین بستن و نمیذارن کسی با اعضاشون مصاحبه کنه، خب این خریدار نداره. اون سردبیر باید فکرشو بکنه خب آخه من چجوری میخوام اینو بزنم وقتی که رسانه دیگه خب اون مصاحبهش منتشر کرده. از طرفی خب یک کارزار واقعا چشمگیر بین‌المللی صورت گرفته توسط این مقاومت، توسط اشرف نشان هایی که در سراسر جهان هر کدوم نقش داشتن تو این و افشاگری کردن، تماس گرفتن با رسانه‌های مختلف، صحبت کردن، نامه‌نگاری کردن، اسناد مدارک ارائه دادن. خود این مقاومت انبوهی اسناد مدارک هم منتشر کرده، هم اطلاعیه‌های مختلف منتشر کرده، همین عوامل رژیم رو دونه به دونه افشا کردن، لینک‌های مشخصی که با وزارت اطلاعات و با رژیم دارن. و شما می‌دونید که حتی دو مورد بودش که در دادگاه‌های بین‌المللی، در دادگاه‌های آلمان بعد از اینکه مطالب علیه مجاهدین منتشر شده بود، خب مجاهدین بردن اون رسانه رو به دادگاه و در هر دو مورد دادگاه به نفع مجاهدین رأی داد و گفت این ارجیف رو باید پاک کنیم و اونا کردن. مطالب اشپیگل و بعد هم فرانکفورتر آلگماینه. بله. شما اینو نگاه کنین. صدها ساعت کار، چه بسا هزاران ساعت، وقتی که با تمام فعالیت کل مقاومت در نظر میگیریم. ولی باور کنین ده‌ها نامه فقط به خود اشپیگل نوشته شده بود در اون پروسه‌ای که قبل از اینکه بخواد چنین مطلبی رو علی مجاهدین منتشر کنه، دونه به دونه به هر اتهامی با سند و مدرک اثبات می‌کردن که اینا پوشال مطلقه. بعد خب از طرفی هم اون رسانه هیچ منبعی، هیچ سندی، مدرکی نداشت، فقط چند تا دونه برید مزدوری که افشا شده بودن، همونا رو فقط می‌آورد اونجا. مقاومت ایران اومد همه این ساعت‌ها کار رو و این تمام این افشاگری‌ها رو به خود این رسانه‌ها داد. البته خب اون رسانه از اونجایی که دیگه تصمیمش رو گرفته بود که مطلبش رو علیه مجاهدین منتشر کنه و به نفع خط مماشات، گوش شنوایی در اون نبود. ولی وقتی همون اسناد و مدارک رو مجاهدین به دادگاه بین‌المللی ارائه کردن، به دادگاه آلمان ارائه دادن، دادگاه اینو بررسی کرد و گفت خب کاملا روشنه که اینا هیچ سند و مدرکی ارائه نمیدن برای اتهاماتی که دارن میزنن. از طرفی مجاهدین هزاران سند و مدرک دارن ارائه میدن که اثبات میکنه که اینا حرفای مفته واقعا. و دادگاه در هر دو مورد دستور داد که آقا میرین این مطالب رو ور میدارین و تاکید کرد که اگر که ور ندارین جریمه داره، جریمه نقدی داره. گفته اگر شما تکرار کنین هر کدوم از این اتهاماتو 250,000 یورو جریمه نقدی داره. اگر این پول داده نشه، خب همون سردبیران این رسانه بهشون گفتش که حکم 6 ماه زندان به شما میدیم. این هم برای مجله اشپیگل و هم در حکمی که در رابطه با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه داده شد. آخه اینا هیچ وقت هیچ دادگاهی حکم نمی‌کنه علیه یک رسانه که آقا حرفتو پس میگیری و دیگه هم تکرار نمی‌کنی، بکنی جریمه میشی، اگر هم ندیدی پولشو میری زندان، مگر اینکه به قطع و یقین رسیده باشه که این حرفا همش دروغه. بله جای شما.
اون چیزی که من میخواستم بگم در واقع اینه که الان دیگه شرایط عوض شده، یعنی تعادل قوا کاملا بر علیه رژیم چرخیده. الان نقطه ای هستش که ما توی یک فاز تهاجمی در واقع قرار گرفتیم. ببینید، من نمیگم رژیم توطئه نمی کنه، بازم رژیم توطئه می کنه، بازم باید انتظار داشت، ولی این بار دیگه فرق میکنه با بار گذشته. این بار نقطه ای هستش که ما باید دست به اقدام بزنیم. ببینید، یا ناآگاهی یک رسانه یا یک خبرنگاریه که با نامه نوشتن و ارسال مدارک میشه آگاهی بخشی کرد و اون رسانه رو به اشراف رسوند، یا اینکه رسانه قصد و غرضی داره و یا اون خبرنگار دومش به وزارت اطلاعات وصله، در این صورت باید افشاگری کرد. اتفاقا باید از این جنگ هم استقبال کرد. چرا؟ چون فصلیه که واقعا باید تمام این عوامل وزارت اطلاعات رو از رسانه‌های آزاد جهانی جارو کرد، باید اینا رو بیرون ریخت و از این جنگ باید استقبال کرد. و اتفاقا دست مقاومت خیلی پره و بایستی این موضوع رژیم رو در هر کجا که باشن پس بزنیم. بله، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از هر دوی شما بابت حضورتون در این برنامه و توضیحاتی که دادین. از شما بینندگان عزیز سیمای آزادی هم متشکرم که امروز بیننده برنامه ماتریس بودین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار همگی.